سلام رفقا، چه خبر ها؟ این ویدیویی که دارید میبینید در مورد اتفاقات و حواشی دنیای کشتی کجه. پس قبل از شروع ویدیو رو لایک کنید و اگه تازه با کانال من آشنا شدید روی دکمه سابسکرایب بزنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید. رندی اورتون در سال 2019 قرارداد 5 ساله‌ای با WWE امضا کرده که تقریبا یه سال دیگه این قرارداد به پایان میرسه، اما به گفته یه فایتفول قراره که 18 ماه غیبت رندی به قرارداد اضافه بشه. در واقع رندی اورتون باید تا سال 2026 در کمپانی WWE به فعالیتش ادامه بده، هرچند که این موضوع هنوز توسط خود کمپانی WWE تایید نشد. همچنین فایتفول بر این باوره که بعد از پایان قرارداد WWE با رندی اورتون احتمال اینکه رندی به کمپانی دیگه بپیونده خیلی کم و کمپانی WWE مطمئنه که رندی قراردادش رو تمدید میکنه. توی این هفته کمپانی WWE لایو ایونتی در شهر نیویورک برگزار کرد و در این لایو ایونت گریسون والر پروموی رو اجرا میکنه که بعد اتمام کارش تماشاچی از حرفای گریسون والر عصبی میشه و تصمیم میگیره که بهش حمله کنه، اما سکیوریتی در جا دست به کار میشن و عصبانیت طرف رو به پاسنش منتقل میدن. بعد این اتفاق گریسون در توییتی به این موضوع واکنشش رو میده و نوشته وقتی آمریکایی احمق سعی میکنن با یه استرالیایی در بیفتن این اتفاقیه که براشون میفته. شخصی به نام کیسی هافمن مدعی شده که تو سال 2021 کلمه ییت رو به نام تجاری خودش ثبت کرد و مالک این کلمه به حساب میاد. در نتیجه کمپانی WWE دیگه نمیتونه از این کلمه در روند شو استفاده کنه و یا روی محصولاتش قرار بده تا زمانی که بتونه با این مالک به توافق برسه و حق تجاری کلمه ییت رو بخره. تا به الان به نظر میرسه که کمپانی WWE نتونسته با کیسی هافمن به توافقی برسه، چرا که تو روند شو ارائه گذشته این کلمه سانسور شد و برای تشویق جی اوسو از اوسو خالی استفاده کرد. با این اتفاق به نوعی رومن رنز که تو روند شو از کلمه ییت خوشش نمیومد به آرزوش رسید و آقای کیسی هافمن ناشناخته در منفورترین حالت خودش قرار گرفته. هرچند که گفته شده WWE کمکان بیخیال نشده و وکلای خودشو به جون این یارو انداختن تا دوباره بتونن از کلمه ییت استفاده کنن و محصولات خودشونو بفروشن. این روزا اسم دختر براک لزنر مایلین لزنر سر زبونا افتاده، چرا که تونسته تو مدرسه در رشته پرتاب وزن رکورد بزنه. با پرتاب 21.11 متر مقام اول رو تصاحب کرده و به عنوان ورزشکار میدانی زن هفته انتخاب شده. همچنین مایا با رکورد 18.50 متر رکورد قبلی خودش 17.55 متر رو شکسته و در مقام اول در بین 20 تیم برتر ایالت کلرادو قرار گرفته. همونطور که آشکاره پدر و دختر ظاهری با هم مو نمیزنن و شاید یه روزی مایا هم در رینگ مسابقات کشتی کج حاضر شد. طبق گزارش PW Insider به نظر میرسه کمپانی WWE قرارداد لجند با کن شمراک امضا کرده، چرا که در حال حاضر محصولات جدیدی از این کشتیگیر در شاپ WWE به فروش میرسه. چند ماه پیش کمپانی WWE با دادلی بویز هم چنین قراردادی امضا کرده که اینو قرارداد به این کمپانی اجازه میده تا از این افراد در تولید محصولات متفاوت از جمله بازی‌های کشتی‌کج استفاده کنن. پس به احتمال ما شاهد حضور کن شمراک بعد حدودی 12 سال در بازی WWE 2K24 خواهیم بود. در برنامه کمدی پادکست ایمپالسیو لوگان پال رندی اورتون به عنوان مهمان حاضر شد و در این پادکست رندی اشاره کرد که زمان مصونیتش چه وای میستاده چه میشسته کمرش درد میگرفته و به نوعی زندگی براش عذاب شده بود، اما خوشبختانه عملش به خوبی پیش رفت و الان در حالت صد خودش قرار داره.
همچنین از همتیمی سابقش مت ریدل تشکر میکنه، چرا که قبل از اینکه مجبور بشه به خاطر مصونیت رینگ رو ترک کنه هواشو داشته و توی مسابقاتی که داشتن رندی کامل توی رینگ حاضر نمیشد و مت ریدل به جاش فشارهای فیزیکی رو متحمل میشد. فقط آخر کار تگی صورت میگرفت و رندی کار رو تمام میکرده که به گفته رندی اگه مت ریدل نبود نمیتونست تا این حد پیش بره. رندی در رابطه با در رأس بودن تریپل ایچ هم صحبت کرد و گفته فکر کنم تریپل ایچ بعد از اینکه به مشکلات قلبی مبتلا شد فهمید چقدر وقت گذروندن با خانواده مهمه و این چیزیه که تغییر کرده. قبلا تولدها و سالگردها و تعطیلات رو از دست میدادیم و واقعا هیچ راهی وجود نداشت که به اونا برسیم و مرخصی در کار نبود، اما حالا ملایمتی وجود داره و تریپل ایچ میذاره برای تولد بچه‌تون برید خونه پیش خانواده. اون الان میدونه که این موضوع چقدر مهم. در کل فکر میکنم این تغییر باعث بهتر شدن کمپانی شده. در ادامه رندی اورتون به این موضوع اشاره میکنه که کاری که داره انجام میده رو دوست داره و قصد نداره به هالیوود بره و از این هدف که رکورد تعداد قهرمانی ریک فلر رو بشکنه استقبال میکنه. تو شو اسمک داونی که گذشت شاهد اجرای دو آرکیو از رندی اورتون شدیم، یکی روی جیمی اوسو یکی روی نیکالدیس، که بعد اتمام شو جیمی همچنان پهن رینگ باقی میمونه و مومنت فانی رو به وجود میاره. این بود اخبار دنیای کشتی کج. ممنونم ازتون که این ویدیو رو دیدید. دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، این کار گویا باعث میشه ویدیو برای افراد بیشتری پیشنهاد بشه. کامنت بذارید، بیشتر کامنتاتون رو میخونم و تا بتونم جواب میدم. و اگه هنوز کانال یوتیوب منو سابسکرایب نکردید روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کنارش رو ول کنید. این امکان وجود داره که از طریق سایت raymeet.ir/thegame پال 6 دونیت کنید و تا ویدیوی بعدی خوش خبر باش.